Good morning. What happened yesterday in Woolwich has sickened us all. کمتر از 24 ساعت پس از حمله تروریستی در وولیچ در بخش جنوب شرقی لندن و کشته شدن یک سرباز بریتانیایی توسط دو مرد با چاقو و ساطور، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بیانات کوتاهی خطاب به خبرنگاران ایراد داشت. This country will be absolutely resolute in its stand against violent extremism and terror. آقای کامرون تاکید کرد که بریتانیا با قاطعیت در برابر تروریسم و خشونت افراطیون مبارزه خواهد کرد و هیچ سازشی با تروریست در کار نخواهد بود. آقای کامرون تاکید کرد که این حمله نه تنها حمله به تمام بریتانیا بود، بلکه خیانتی به تمام ارزش‌های اسلامی نیز محسوب می‌شود. گفتنی است که شورای ملی مسلمانان بریتانیا این حمله را به عنوان اقدامی وحشیانه محکوم کرده است. نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که تحقیقات جنایی در این زمینه توسط واحد ضد تروریسم اسکاتلند یارد انجام خواهد شد و مقامات از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد تا به چند و چون این قضیه پی ببرند و عاملان آن را به دست عدالت بسپارند. نخست وزیر بریتانیا گفت آنها می‌خواستند بین ما تفرقه ایجاد کنند، ولی با این کار خود ما را متحدتر ساختند. نخست وزیر بریتانیا گفت یکی از بهترین راه‌های مبارزه با تروریسم این است که ما به زندگی عادی خود ادامه دهیم. بیژن فرهودی، صدای آمریکا، خانه شماره 10 داونینگ استریت، لندن.